سلام دوستان و خوش اومدین به یک قسمت دیگر از هفته نامه های آکادمی گنج. امروز علاوه بر موضوعات همیشگی هفته نامه میخوایم در مورد آلت سیزن صحبت کنیم که میدونم سوال خیلی از شما هستش. اگر میخواین قسمت هفته نامه رو اسکیپ کنید و مستقیم برین سراغ آلت سیزن، این دقیقه‌ای که اینجا هست رو میتونید در ویدیو انتخاب کنید. اما بریم و مثل همیشه اول به اخبار برسیم، بعد سری بزنیم به آنچین و چارت های متفرقه و در نهایت تکنیکال ها و آخرش هم راجع به آلت سیزن صحبت میکنیم. با ما همراه باشیم، ویدیو جالبی خواهد. خب هفته گذشته با وجود اینکه هفته پرخبری بود، پر از اعدادی بود که اعلام شد از CPI گرفته در آمریکا تا PPI، خیلی حرکت خاصی رو به خاطر اخبار حداقل ندیدیم. علتش هم چی بود؟ علتش هم این بود که تقریبا همه اعداد دقیقاً طبق انتظارات بودن و همونطور که میدونیم بازار وقتی یک عددی قراره اعلام بشه، یک خبری که میدونه قرار اتفاق بیفته قراره اعلام بشه، همیشه خودش رو آماده میکنه و یک پیش‌فرضی رو در نظر میگیره و اصطلاحاً پرایس این میکنه. و اگر که اون عددی که اعلام میشه مطابق باشه با پیشبینی بازار، معمولاً حرکت آنچنانی نمیبینیم که چیزی بود که اتفاق افتاد. هم CPI رو داشتیم، CPI ماه به ماه 2.2%، سال به سال 2.6%، دقیقاً طبق انتظارات، و همچنین PPI رو داشتیم که 3% و 2.2% به ترتیب برای کور و در واقع PPI کلی رو شاهد بودیم که خب خیلی دور نیستش واقعیت از اون هدفی که فدرال رزرو داشت. چندین سال پیش با هم، یکی دو سال پیش با هم صحبت کردیم، اون هدفی که قرار بود برای تورم بهش برسه. هنوز یکم فاصله داره، زیر 2% جذاب تره، ولی خب 2.6% تقریبا رسید فد به اون جایی که میخواست برسه. و در کل میگم خیلی اتفاق خاصی رو از سمت اخبار نداشتیم. هفته دیگه هم همینطور، هفته دیگه حداقل از آمریکا خیلی عدد خاصی رو نداریم. از کانادا CPI رو داریم، در واقع نرخ تورم رو داریم که ماه گذشته منفی 14% بود، CPI ماه به ماه رو داریم راجبش صحبت میکنیم و انتظارات این هستش که این ماه 3% باشه. یکم به خاطر سیزنالیتی بود، ولی خب انتظار میره که این ماه 3% باشه. ببینیم که چقدر تاثیرگذار باشه روی نسبت دلار آمریکا به کانادا. اما جدای از اون، در آمریکا جز یک خبر خیلی کوچیک در روز پنجشنبه خیلی اتفاق خاص دیگه قرار نیستش که بیفته، پس خیلی نگران این داستان نیستیم. در ادامه این تم که تغییرات چندانی رو در سطح ماکرو نداشتیم، در واقع نگاه به تعیین نرخ بهره آینده در دسامبر که 30 روز با اون فاصله داره، دقیقا 1 ماه باش فاصله داریم، اینجا هم میتونیم ببینیم که از نسبت به هفته گذشته تغییر چندانی رو نداشتیم. هنوز یکمی بیشتر از نصف بازار بوده، 61% انتظار بر کاهش نرخ بهره 25% دارن و 38% بازار معتقدن که تغییر اتفاق نمیفته. نسبت به هفته گذشته یه ذره در واقع احتمالات به سمت اینکه تغییر نرخ بهره نداشته باشیم در دسامبر یه ذره بیشتر شده، ولی خب اونقدری نیستش که بخواد روی چیزی تاثیر گذار باشه. اما خب پس چه اتفاقاتی افتاد؟ اتفاقاتی که افتاد رنج زدن قابل توجه بازار در یک هفته گذشته بود. در یک هفته گذشته بین 85 تا 93 تقریبا در نوسان بودیم و این نوسانات برای تنها کسی که خیلی بد بود، کسی بود که با لبرج بالا داشت ترید میکرد و دچار لیکویدیشن ها شد. همطور که الان میتونیم ببینیم، الان که داریم با هم صحبت میکنیم، مقدار قابل توجه لیکویدیشن پوینت در واقع قیمت 92 هزار تا وجود داره. این نشون میده که در واقع قابل توجهی شورت وجود داره توی بازار که اینجا میتونن لیکویدیت بشن و کمی بیشتر هم بریم بالاتر روی 93-94 هزار دلار که آتایم هایمون هستش وجود داره. خیلی چیز بیشتری نمیشه از این چارت خوند. اما بیایم اگر به بازار اسپات نگاه بکنیم و شورت هم هولدر SOPR رو با هم بررسی بکنیم، چارت بسیار دوست داشتنی، ما میتونیم ببینیم که طبق انتظارات بعد از اینکه موفق شد که 1 رو نگه داره، حدود در اواسط اوایل اکتبر این اتفاق افتاد، 1.5 ماه پیش گفتیم که اینجا این ساختار بولیش هستش و ساختار خودش رو ادامه داد، بالای 1 با قدرت موند و الان طبیعتاً تونست خودش رو بزرگ و بزرگتر بکنه و کماکان خبر از این میده که حداقل از دید بازار اسپات قدرت در سیستم وجود دارد. اما اگه نگاهی به بازار فیوچرز برگردیم و بندازیم، میتونیم ببینیم که اوپن اینترست در طی 1 ماه گذشته، در طی حداقل 2 هفته اخیر به شدت صعودی بوده، با همراه با حرکت بیت کوین از 67 تا 90 هزار تا و تقریبا تونسته خودش رو یه جورایی ثابت نگه داره این اطراف. اما اگه به فاندینگ ریت نگاه بکنیم، میتونیم ببینیم که با اینکه کل مقدار لورج توی بازار زیاد بوده در این مدت و تقریبا ثابت بوده،
این لورج بین شورت ها و لانگ ها زیاد جابجا شده همین چند روز پیش رو اگر نگاه کنیم، همین دیروز رو اگر نگاه بکنیم، تیم ببینیم که مقدار قابل توجهی پوزیشن لانگ داشتیم که با یه حرکت کوچیک به سمت پایین مقدار قابل توجهشون لیکویدیت یا بسته شدن، ولی کماکان در یک چی به سر میبریم، در یک فضایی به سر میبریم که لورج قابل توجهی وجود داره و لورج قابل توجهی به سمت لانگ وجود داره. اینقدری نیستش که اینجا داشتیم در مثلا 12 نوامبر داشتیم، ولی خب کماکان قابل توجه هستش و اگر یک کمی عقب‌تر برگردیم میتونیم ببینیم که در کل در نگاه چند ماهه اخیر هم این عدد بزرگ هستش و لورج قابل توجهی توی بازار وجود داره به سمت بالا. اینکه این چه معنایی داره رو بریم روی چارت‌ها با هم بررسی میکنیم. صحبت از چارت ها شد، میخوایم راجع به بیت کوین صحبت بکنیم. همونطور که میبینین خیلی چیز خاصی روی چارتمون نیستش در این لحظه، به خاطر اینکه قیمت آتومم هایش رو شکونده، در حال پرایس دیسکاوری هستش و جز با فیبوناچی اکستنشن چیز دیگه ای آنچنان نیستش که بتونه به ما لول های خاصی رو اینجا بهمون بده، برای همین هم انقدر خلوت هستیم این بالا. اما چه چیزی داریم که هنوز میتونه کمکمون بکنه؟ یکی او بی وی رو داریم، آن بالانس والیوم رو داریم که اینجا میتونیم ببینیم کماکان قدرت رو تو خودش نگه داشته. یک مقدار خیلی کمی اینجا دایورجنس داریم میبینیم، واگرایی داریم میبینیم، ولی خب خیلی بزرگ نیستش. یک کمی از اعتماد به نفس ما کم میکنه اگر که بخوایم به قیمت‌های بالاتر در کوتاه مدت، در خیلی کوتاه مدت نگاه بکنیم. در میان مدت من معتقدم که قیمت‌های بالاتر رو خواهیم دید، الان بهتون میگم چرا. اما خب این واگرایی خیلی کوچیک خیلی جذاب نیستش، خیلی اعتماد برانگیز در واقع نیستش. اما او بی بی رو اگر بهش بیشتر نگاه بکنیم میتونیم ببینیم که قدرتش رو گرفته، از اینجا بالاخره شکستیم، داریم میایم بیرون و اینجاها به نظر میرسه که با این مقاومت خودش درگیر هستش. حالا چرا میگم که آقا در میان مدت احتمال خیلی زیادی من میبینم که ما این افزایش قیمت بس به این بسنده نکنه، به این چند تا کندلی که اینجا دیدیم بسنده نکنه. دوستان اگر که بخوایم اندازه بگیریم، ما قبل از اینکه این شکست اتفاق بیفته بیش از 250 روز داخل این رنج بودیم. 250 روز خیلی زمان زیادی. خب 250 روز ما داشتیم چیکار میکردیم؟ رنج میزدیم و این به نظر من اصلا طبیعی نمیاد که بخوایم 250 روز رنج بزنیم و بعد از اینکه شکستیم بخوایم در عرض دو هفته حرکت صعودی تموم بشه. به نظر من این یک ایمپالس هستش، شروع یک ایمپالس خیلی بزرگ هستش، طبیعتاً با تأثیر همراه هستش، این جزء جدایی ناپذیر بازار هستش، اما بعید میدونم که ته داستان باشه. به نظر من تازه داریم شروع میشیم، تازه داره توجه ها دوباره جلب میشه به کریپتو، وارد فاز بول مارکت اصلی کریپتو شدیم در طی دو هفته اخیر و فکر نمیکنم قرار باشه به این زودی ها خارج بشیم. منتظر اونجایی باشین که همه چیز دیوانه بار میشه، چیزهای خیلی خنده دار میتونیم ببینین توی جای جای بازار کریپتو و اونجا خیلی بیشتر جایی خواهد بود که باید شروع بکنیم به بیشتر مراقب بودن. موضوع دیگه که حتما میخواستم با تو مطرح بکنم بحث تصحیح هستش. دوستان من این موضوع رو توی بول مارکت های قبلی بارها اشاره کردم و الان به نظر میرسه که وقتشه که دوباره بیایم و شاید حتی تکراری اما به این موضوع اشاره بکنیم که ریزش های 20 30 40 درصدی یک چیز خیلی خیلی عادی هستند در بول مارکت بیت کوین. وقتی حرف از بول مارکت میزنیم فکر نکنید که خب دیگه قرار از اینجا به بعد صاف بریم بالا. نه، ریزش 20 30 تا 40 درصدی باید آماده باشین براش. چطور میتونین آماده باشین؟ یک، میتونین آماده باشین که اگر همچین ریزش هایی رو دیدین بیاین در 15 درصد 20 درصد 25 درصد 30 درصد 35 درصد نقطه خرید بذارین برای خودتون، ذره ذره بتونین خرید بکنید که ادامه مسیر رو بتونین بریم باهاش بالا. این یه راه آماده بودنه. راه دیگر آماده بودن این هستش که شما اگر دارین ترید لیوریج داری میکنید خیلی مراقب باشید، حالا با استاپ گذاشتن یا با کارهای روشهای دیگه که قبلا با هم صحبت کردیم، خیلی مراقب باشین که جوری ترید نکنید که این ریزش ها بتونه که حسابتون رو خالی بکنه. خب تو بول مارکت هستین، قرار خیلی بیشتر از این بریم بالا، ولی به این معنا نیستش که هر ترید لانگی که بکنید موفق میشه. از جای درست بگیرین. بعد از این تصحیح ها جایی هستش که شما میخواین وارد ترید بشین، نه در قله ها، و همیشه آماده این ریزش 20 تا 30 40 درصد باشین. اگر از آلتایم های الان بخوایم نگاه بکنیم، ریزش 20 درصدی ما رو خیلی راحت میتونه بیاره تا 75000 دلار. ریزش 30 درصدی خیلی راحت میتونه ما رو حتی برگردونه داخل این رنج در 65000 دلار. خیلی من بعید میدونم که این هفته یا هفته دیگه هفته بعدش بخوایم همچین ریزش هایی رو ببینیم. و دقت کنید این درصدی که من دارم میگم 20 30 درصد از کجا حساب میشه؟ از آل تایم های حساب میشه. پس اگر از اینجا بریم بالاتر، بریم به عنوان مثال بریم تا 110000 دلار، اون 20 درصد از 110000 دلار شروع میشه و ما رو میرسونه به همین 85 90000 دلار.
پس اینو توی ذهنتون داشته باشین. نمیگم چیزی نیستش که بخواید باهاش ترید بکنید، صرفا چیزی که پشت ذهنتون باشه و موقعی که دارین ستاپ تریدتون رو میچینید این رو هم بهش حواستون باشه. بسیار عالی، این از داستان بیت کوین. حالا من چی میبینم در کوتاه مدت؟ خیلی اتفاقا میتونه اینجا بیفته. یک تصحیح نسبتا قابل توجه، حتی شاید تا 80,000 تا اصلا چیز عجیب غریبی نیست و هیچ تأثیری روی ساختاری که ما داریم اینجا نمیذاره. حرکت به سمت بالاتر برای اینکه این لیکویدیشن هایی که اینجا راجبشون صحبت کردیم روی کمی بگیره هم اصلا عجیب نیستش در یک هفته آتی. پس جفتش به همون اندازه واسه من ممکن هستش و بنابراین ترید خاصی روش ندارم به جز تریدهایی که از قبل باز بودن. و چیزی که من میبینم حالا اینجا به بعد دیگه کاملا فقط نظر شخصی، چیزی که من میبینم اینه که بیشترین درد برای بازار این هستش که ما شروع بکنیم به یک به حرکت در یک کانال سعودی که نسبتا بزرگ هم هست. اگر همچین حرکتی رو شاهد باشیم هم لورج دارهای لانگ خیلی اذیت میشن، هم کسانی که لورج شورت دارن خیلی اذیت میشن و معمولا بازار کاریو میکنه که بیشترین تعداد آدم ها یا بیشترین مقدار پول بهش فشار بیاد و اصلا مکس پین یا حد اکثر درد رو داشته باشیم. این صرفا دیدگاه من هستش، بر اساسش خودم حتی ترید نمیکنم، صرفا جالب دوست داشتم اینجا بذارم باهاتون که شما هم بهش فکر بکنید، شما هم نظرتون رو برای من بنویسید. اما از بیت کوین که خارج بشیم سری بزنیم به بازار بورس آمریکا. بازار بورس آمریکا این هفته مقدار کرکشن رو در خودش دید به خاطر بالاخره پالیسی های جدیدی که از طرف آقای ترامپ داره میاد و خب که در واقع شرکت های مختلفی که تحت تاثیر قرار گرفتن، به طور خاص زمینه دارو خیلی تحت تاثیر قرار گرفت با انتخاب آقای در واقع رابرت کندی به عنوان در واقع مسئول این داستان در پرزیدنسی آقای ترامپ. ولی خب باز خیلی خبر خاصی نیستش، کماکان این کانال رو داریم به سمت بالا. به نظر میرسه که داره یک کمی فشار اینجا میاد. اگر ما بیایم به SPX نگاه بکنیم میتونیم ببینیم که البته شاید خیلی هم نزیاد، ولی خب میخواستم بگم که شاید بتونیم یک واگرایی رو اینجا در OBV ببینیم، اما واگرایی آنچنانی هم دیده نمیشه، کماکان همه چیز سر جاشه. ولی خب فشار روی بازار هست، حرکت پول، خروج پول رو از بازار در واقع بورس آمریکا میتونیم که ببینیم. میگم مخصوصا از شرکت هایی که به خاطر قوانین آینده آقای ترامپ الان تحت فشار هستن. و اگر به دلار آمریکا هم سر بزنیم نسبت به سایر ارزهای فیات اگه بخوایم بررسیشون بکنیم، اونم میبینیم که افزایش رو داشته در طی این هفته اخیر و خودش رو تونسته برسونه به این سقف قابل توجه 107 که در سالهای اخیر عدد بسیار مهمی بوده برای شاخص دلار. بسیار عالی، بریم سری به جای دیگه ای بازار بزنیم. طلا رو اگر بخوایم نگاه بکنیم، طلا چطور؟ طلا فشار روش کماکان در این هفته هم ادامه داشت، هفته پیش هم راجع بهش صحبت کردیم. بالاخره خیال بازار یه کمی راحت شده و یه تصحیح تقریبا 10% ولی 8.6% رو تونست تجربه بکنه. خیلی زوده که بخوایم اینجا رو اسمش رو بذاریم کف و بخوایم شروع بکنیم ترید کردنش به سمت بالا. من احساس می‌کنم به یه کاتالیزور حداقل نیاز هستش اگه قرار باشه ما بخوایم برگردیم بالا تایم های. ولی به عمر اگر سرمایه‌گذار بلند مدت هستیم، من به نظرم تموم نشده این حرکت قدرتمند طلا که از $1,700 اینجا شروع شد، از 2023 اینجا شروع شد، به نظر من این حرکت هنوز تموم نشده. ولی خب این اصلاح میتونه که ادامه دارتر باشد. بسیار عالی، بریم سری به بازار بورس هم بزنیم. راجع به آلت کوین ها امروز میخوایم کامل صحبت کنیم، بنابراین الان بهشون نمیپردازم. بازار بورس اگر بخوایم از جای مختلف شروع بکنیم، رابین هود همون جایی هستش که تقریبا هفته پیش بود راجع بهش صحبت کردیم. ماینرهای بیت کوین طبیعتاً دارن لذت میبرن از فضایی که وجود داره، قیمت بالای بیت کوین و نقدینگی بالایی که وجود داره تونسته قیمتشون رو بالا نگه داره. ماینرهای ضعیف‌تر یکمی متفاوت‌تر، یکمی بالاخره طبیعتاً ضعیف‌تر دارن عمل می‌کنن. رایت همونطور که گفتم مقدار بیت کوین زیادی داره، ولی خب از لحاظ در واقع فاندامنتال یکمی ضعیف، از لحاظ کش فلو یکمی ضعیف‌تر هستش. میتونیم ببینیم که یکمی لگ داره پشت ماینرهای دیگه‌ای که وجود دارن. بوئینگ رو میخوایم راجع بهش صحبت بکنیم. بوئینگ این خط روندش رو به سمت پایین شکست، اتفاق خیلی خوبی براش نیستش، هرچند که او بی ویش کماکان قدرتمنده و اینجا دوباره میتونیم دایورجنس رو ببینیم که یک دره پایین تر اینجا داریم میبینیم ولی دره بالاتری در او بی وی داریم میبینیم. این شاید نشانه از این باشه که پولهایی داره وارد این سهام میشه که هنوز پولهای هوشمندی داره واردش میشه که هنوز به ریتیل نرسیده، چون هنوز تاثیرش رو قیمت ندیدیم. ولی خب هرچی بیشتر و بیشتر این ساختارهای تکنیکال رو بشکنه و پایین بره، خطرناکتر و خطرناکتر میشه برای سرمایه گذاری. پس ریسکتون رو حتما اینجا
مدیریت بکنید. بسیار عالی، بریم در مورد آلت سیزن صحبت بکنیم. عبارت آلت سیزن از اون موضوعاتی هستش که اگر بنزه کافی روی توی اینترنت وقت بذاریم میتونیم چندین و چند تعریف متفاوت براش پیدا بکنیم. اما یک تعریفی که بیشتر در واقع سیستم ها باهاش کار میکنن رو امروز میخوایم با هم بررسی بکنیم. اول میخوایم ببینیم که آلت سیزن دقیقاً چی هستش، دوم میخوایم ببینیم که چرا اتفاق میفته، و بعدش بریم نگاه بکنیم که این سایکل چه تفاوت هایی بالقوه میتونه داشته باشه با سایکل های قبلی. خب پس اول از این شروع میکنیم که اصلا آلت سیزن یعنی چی. تعریفی که معمولا برای آلت سیزن ارائه میشه اینه که آقا اگر شما بیاین 50 تا کوین بزرگ بازار رو نگاه بکنیم، بیت کوین رو بذارین کنار، استیبل کوین ها رو هم بذارین کنار، 50 تا کوین بزرگ بازار رو اگر نگاه بکنیم، اگر که 75% این کوین ها بیشتر از بیت کوین سودده بوده باشن در 90 روز گذشته، به این میگیم آلت سیزن. اوکی، پس 50 تا کوین برتر اگر 75%شون سودده بوده و بیشتر از بیت کوین سودده شده باشن میشه آلت سیزن. اگه کمتر از 25 درصدشون اینطور باشن میشه بیت کوین سیزن. و این عدد بینش هم این عدد آلت کوین سیزن ایندکس رو تعیین میکنه. الان این عدد 41 هستش و اینجا میتونیم ببینیم که چه کوین های بالاتر و چه کوین های پایین تر هستن. خب این پس چی بودنش هست؟ این آلت سیزن چی هستش؟ سوال بعدی که پیش میاد، خب آقا آلت سیزن ها چرا به وجود میان؟ به طور تاریخی اگر نگاه بکنیم در سایکل های قبلی میتونیم یک حرکت پول رو ببینیم از فیات، از دلار حرکت پول رو میتونیم ببینیم به بیت کوین که باعث بالا رفتن قیمت بیت کوین میشه. بعد از اون میتونیم حرکتش رو ببینیم به سمت کوین های بزرگ مثل اتریوم، مثل بی ام بی، و بعد از اون حرکت به سمت کوین های کوچیک تر، و در نهایت حرکتش به سمت مایکرو کپ ها که اونایی که کوین هایی که خیلی خیلی کوچیک تر هستن، و بعد از اون پول از کریپتو خارج میشه و این سایکل ادامه داره. این سایکلیه که محدود به کریپتو نیستش. در بازار بورس هم این اتفاق میفته. موقعی که یک مثلا ایمپالس داره اتفاق میفته، ایمپالس نه به معنای ایمپالس الیوت ویو، کلا ایمپالس به معنی حرکت بزرگ بازار وقتی میبینیم اتفاق میفته، معمولا پول اول وارد سهام های بزرگتر میشه و همجوری میچرخه به سمت سهام های کوچیکتر. پس این دلیلی هستش که اون آلت سیزن اصطلاحا اتفاق میفته. و اگر برگردیم در زمان عقب میتونیم ببینیم که بارها بارها این اتفاق در تاریخ تکرار شده. همیشه قله ها رو حداقل اگر دنبال بکنیم میتونیم ببینیم که قله های آلت کوین ها همیشه یک ذره بعد از قله بیت کوین اتفاق میفته و اون همون فاز آلت سیزن هستش. اما سوال خیلی مهمتری که امروز باید بهش جواب بدیم اینه که آیا این بار فرق میکنه یا نه؟ آیا این سایکل بیت کوین، این بول مارکت که در پیش رو داریم و تا حدش رو طی کردیم، آیا قرار متفاوت باشه از دید آلت سیزن یا خیر؟ جواب یک کلمه ای من این هستش که بله، قرار متفاوت باشه و دلایلم رو الان بهتون میگم. شما ممکنه به نتیجه متفاوتی برسید. دلیل من این هستش که چند تا اتفاق افتاده که این سایکل رو متفاوت میکنه با سایکل های گذشته. اولین اتفاق این هستش که ما ETF های بیت کوین رو داریم و توجه اینستیتوشنال رو داریم به بازار کریپتو. ما وقتی راجع به شرکت ها صحبت میکنیم، وقتی راجع به هج فاند ها صحبت میکنیم، خیلی خیلی سخت این هج فاند ها میان و پولشون رو میان میذارن روی آلت کوین های کوچیک یا حتی آلت کوین های بزرگ. چرا؟ چون همینجوریش هم خیلی سخت اصلا اومدن پا توی کریپتو گذاشتن دیگه. چقدر سخت‌تر بخوان از بیت کوین بیان بیرون و برن سراغ آلت کوین های کوچیک‌تر. دلیل اصلیشون هم بحث ریسک و ریوارد هستش، بحث حتی رگولاتوری هستش، بحث قوانین هستش که روشون حاکم هستش. و کلا شما خودتون تصور بکنید اگر این مقدار پولی رو توی حساب بورستون گذاشتین و باهاش رفتین ETF بیت کوین خریدین، خیلی سخته خب اینو بخواین از حساب بورستون در بیارین، جدا از اینکه ممکنه نتایج مالیاتی خیلی بدی واسهتون داشته باشه، بخواین از حساب بورستون در بیارین ببرین توی یه دونه اکسچنجی برین و باهاش خرید آلت کوین ها رو انجام بدین. پس این یکی از دلایلی هستش که من احساس میکنم که چرخش در بازار کریپتو کمتر اتفاق بیفته نسبت به در واقع سایکل های قبلی. و این یادتون باشه که این چرخش چیزی بود که باعث، این چرخش پول چیزی بود که باعث آلت سیزن ها میشد. به نظرم اینجور نیستش که آلت سیزن نداشته باشیم، به نظرم آلت سیزن خواهیم داشت، اما قدرتش اونقدری نخواهد بود که در سایکل قبلی و مخصوصا سایکل قبلش در سایکل 2017 دیدیم. پس این دلیل اول من. دلیل دوم من یک رکونینگ یا یک در واقع به آگاهی رسیدن جدیدی هستش که در سطح دنیای کریپتو داریم میبینیم. سایکل قبلی خیلی ها رو وارد
دنیای کریپتو کرد، همونطور که سایکل قبلش کرد. و کسانی که وارد این دنیا شدن طبیعتا معمولا اینجوری اتفاق میفته که همه اول با بیت کوین آشنا میشن، بعد همه دنبال یه چیزی میگردن، بیت کوینی که هنوز کسی کشفش نکرده میگردن و بالا رفتن قیمتش رو میبینن. کوین اکس اصلا مهم نیست که هر کوینی اسمش رو میخوایم بذاریم، بالا رفتن قیمتش رو میبینن، باهاش میمونن، پایین اومدنش رو میبینن و فکر میکنن که خب من اگر اینو بنز کافی نگه دارم میتونم که قله بعدی ازش استفاده بکنم، و میبینن که این اتفاق نمیفته. و این موضوعی هستش که تقریبا تا آدم باهاش زندگی نکنه، تا این مسیر رو طی نکنه، نمیتونه که یاد بگیره. و این خب میگم چون در سایکل قبلی مخصوصا تعداد خیلی زیادی ما تریدر جدید و سرمایه گذار جدید در دنیای کریپتو داشتیم، خیلی ها این درس رو گرفتن و متوجه شدن که آقا این آلت کوین ها یک بیشتر شبیه قمار هستند تا بخوان شبیه یک سرمایه گذاری واقعی و قابل قبول طولانی مدت، حداقل با تعاریف کلاسیکش باشن. این یک دلیل دیگه هستش که به نظر من میرسه که خیلی کمتر هستش علاقه به آلت کوین ها در این سایکل، و آدمای جدیدی که میان دوباره طبیعتا باید توی این مسیر طی بشن، این مسیر رو طی کنن. آدمای جدیدی که میاد و پول جدیدی که میاد این مسیر رو طی خواهد کرد، اما هر سایکلی که میگذریم اون اصطلاحاً بیت کوینرها و ماکسیمالیست ها بیشتر و بیشتر میشن. و اینو مطمئنم که میتونید در جای در شبکه‌های اجتماعی هم ببینیم، شاید کسانی بتونید ببینید که سایکل های قبلی به شدت آلت کوین باز بودن و الان یا کلا از دنیای کریپتو رفتن بیرون، یا اگر هنوز تو دنیای کریپتو هستن مثل من شما تبدیل به یک ماکسیمالیست شدن. پس این هم یه دلیل دیگه ای که احساس میکنم که کمی دمپ شده خواهد بود آلت سیزن امسال. پس در جمع‌بندی آلت سیزن خواهیم داشت، اما انتظاراتمون رو باید مدیریت بکنیم. انتظار نداشته باشیم اون اتفاقاتی که 4 سال پیش افتاد قرار باشه اینجا بیفته، و مخصوصا انتظار نداشته باشیم که همون کوینایی که 4 سال پیش در واقع آلت سیزن رو ساختن بخوان بیان و امسال این کار رو بکنن. یه سری کوین ها هستن که همیشه هستن، مثل اتریوم، بی ان بی، اینا همیشه بودن و هستن، بالاخره از یه حدی بزرگتر هستن، اما مخصوصا میم کوین ها و شیت کوین ها رو اگر نگاه بکنین، میگم بریم 4 سال قبل ترش ببینین. میم کوین هایی که سال 2017 وجود داشتن سال 2020 اصلا تکون نخوردن از جاشون. پس این رو هم خاطرمون هستش. بریم یه سری کوچیک به چارت هم بزنیم. دیدن آلت سیزن در چارت راه‌های مختلفی داره، اما یک راهی که معمولا خیلی بهش توجه میشه نگاه کردن به دامیننس بیت کوین هستش، مقدار مارکت کپ بیت کوین در مقایسه با مارکت کپ آلت کوین ها رو بهش نگاه میکنه. و میتونیم ببینیم که از سال 2023 به این ور ما یک روند افزایشی خیلی مستمر و قشنگی رو داشتیم به سمت بالا، و الان به جایی رسیدیم که در واقع این عدد هلوهوش 60% داره نوسان میکنه. اولین جایی که میتونین آلت سیزن رو ببینین یک ریزش قابل توجه هستش روی دامیننس بیت کوین، مثل اتفاقی که اینجا در سال 2021 افتاد، یا مثل اتفاقی که اینجا در سال 2017 افتاد. شرایط خیلی متفاوتی بود. سال 2017 قبلش میتونید ببینید که دامیننس تقریبا همیشه 100 بود، ولی خب بعد از اون با در واقع بیشتر شدن آلت کوین ها این موضوع رو بیشتر و بیشتر دیدیم. خب پس یه جایی که میشه بهش نگاه کرد دامیننس بیت کوین هستش، اما چیزی که من خودم ترجیح میدم بهش نگاه بکنم نسبت کوین های بزرگ به بیت کوین هستش، به عنوان مثال نسبت اتریوم به بیت کوین هستش. من معتقدم که این خیلی در واقع نگاه بهتری بهمون میده، و همونطور که گفتم پول اول میره توی آلت کوین های بزرگ، بعد میره توی آلت کوین های کوچیکتر، و اتریوم به عنوان بزرگترین آلت کوین بهترین نقطه هستش که ما میتونیم نگاه بکنیم، شروع حرکت پول رو ببینیم، و پولی که داخل اتریوم بیاد به احتمال زیاد داخل آلت کوین های دیگر هم میره. و اینجا هم میتونیم این روند نزولی بارقدرت رو ببینیم که تا کجا رسوندتش پایین. و خاطرم هستش که در سایکل قبلی حتی صحبت های زیادی میشد از فلیپ کردن بیت کوین، که اتریوم میتونه بیت کوین رو فلیپ کنه در مارکت کپ. هیچ وقت اتفاق نیفتاد و هیچ وقت نظارم نداشتیم که اتفاق بیفته. تو همین کانال هم در مورد این موضوع صحبت کرده بودیم و علتش دقیقا همین هستش. بله توی اون مدتی که ما وارد اون آلت سیزن میشیم، پول از بیت کوین آلردی خارج شده، حرکت بیت کوین یه جورایی تموم شده، این صرفا پولی هستش که از روی اتریوم داره رد میشه. بله در اون دوره افزایش قیمت نسبت اتریوم به بیت کوین رو داریم، مثل اتفاقی که اینجا دیدیم، ولی هیچ وقت اونقدری نیستش که بتونه جایگزین بیت کوین بشه، چون در اون صورت باید کاهش قیمت بیت کوین رو هم همراه باهاش داشته باشیم که معمولا اتفاق نمیفته. بس نسبت اتریوم به بیت کوین یکی از جاهایی هستش که برای من خیلی خیلی جذابه، برای اینکه می‌خوایم دنبال آلت سیزن بگردیم و یک شکست تکنیکال قابل توجه. ببینید ما دو هفته پیش همچین حرکتی رو هم داشتیم و خوب بود،
و به نظر من الان هم خیلی نزدیک هستیم به کف اتریوم به بیت کوین. شاید یه ماه و نیم دیگه، شاید تا انتهای امسال این روند نزولی ادامه داشته باشه. من فکر میکنم که به زودی شاهد برگشتش خواهیم بود. ولی شکست قابل توجه چیزی هستش که ما دنبالش هستیم، برای اینکه بخوام بگیم خب داریم سویچ میکنیم، داره پول میچرخه از بیت کوین خارج میشه و اونجا جایی هستش که تلاش میکنیم با تبدیل بیت کوینمون به سایر آلت کوین ها مقدار بیت کوینمون رو بیشتر بکنیم. بسیار عالی، این صحبتای بود که من میخواستم در مورد آلتیزم باهاتون بکنم. خوشحالم که تا به اینجای کار همراه ما بودین. به زودی میبینمتون و تا دیداری بعد، خدا نگهدارتون باشه.